در قسمت آخر این صحبت مرقس برای ما یک صحنه ای رو نسخه کرده که عیسی مسیح یک مقایسه ای رو نشون میده با بین علما، رهبران مذهبی و یک بیوه‌زن فقیر. اگه به یاد داشته باشی این قسمتی رو که خوندیم، عیسی گفت مال بیوه‌زنها رو میبلند و محض خودنمایی نماز طول میدن، دعاهای دور و دراز و بلند تقدیم خدا میکنن، یه جوری خودشون رو تبرئه میکنن، ولی مال بیوه‌زنها رو میبلند. مرقس از آیه 41 تا آیه 44 یک صحنه ای رو برای ما نسخه کرده که عیسی توجه شاگردان رو جلب میکنه به یک بیوه‌زن فقیری و با چه طریقی، به چه گونه این بیوه‌زن به خانه خداوند هدیه‌اش رو میاره و چطوری علما رو خجل میکنه از دید عیسی. آیه 41، عیسی در برابر صندوق بیت المال معبد بزرگ نشسته بود و میدید که چگونه اشخاص به آن صندوق پول میریزدند. اگه متوجه شده باشین میگه چگونه، نه که به چه مبلغ، بلکه چگونه اشخاص به آن صندوق پول میریختند. بیوه‌زن فقیری هم آمد و دو سکه که تقریبا 2 ریال میشد در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را پیش خود خواند و فرمود: یقین بدانید که این بیوه‌زن فقیر بیش از همه کسانی که در صندوق پول ریختند پول داده است. چون آنها از آنچه که زیاد داشتند دادند، اما او با وجود تنگ دستی هر چه داشت، یعنی تمام معاش خود را داد. پس ما یک چیز رو میتونیم نتیجه گیری بکنیم که این صحبت، این هشدار و این خردگیری از علما اتفاق افتاده در معبد خداوند و یک جاهای نزدیک بیت المال، آنجا که هدایا میومد به معبد. من شاید بتونم تصور بکنم که عیسی با شاگردان نشسته یه جوری روی یکی از این نیمکت‌ها که دارن صندوق بیت المال نگاه میکنن و این گفته‌ها رو در رابطه با رهبران، عذر میخوام، ولی رهبران کاذب و کلاهبردار در این چارچوب اتفاق افتاده و در این صحبت، در این گیرودار بیوه‌زنی رو میبینن، بیوه‌زن فقیری رو میبینن و عیسی داره به اشاره میکنه. اگه دوباره تاکید کردم سر این مسئله، میگه او میدید که چگونه اشخاص به این صندوق پول میریختن، نه که چه مبلغ، ولی به چه فرم، به چه طریقی، به چه رفتاری داشتن پولها رو میریختن. من میتونم تصور بکنم که علما، نه که همینطور که عیسی معرفیشون کرد، دوست دارن به چشم مردم بیان، جلوه داشته باشن، با اون عباهای بلند و با اون طرز مهمانی ها دوست دارن بالای میز بشینن، سر میز بشینن. من شکی ندارم که این علما این پولی هم که میریختن در اون صندوق یه جورایی میریختن که مردم یه جورایی ببینن که فلان رهبر یا فلان عالم اینطوری داره پول میریزه. حالا توش بود نبود مهم نیست، ولی میخواستن به چشم مردم بیان که من دارم اینطوری هدایا دارم میارم به خانه خود. عیسی داره این دوتا رو مقایسه میکنه، میگه این یک طرف یک بیوه‌زن فقیری آمد و 2 ریال، حالا در مبلغش مقایسه که میشه با امروز، با استاندارده امروز 2 ریاله، 2 قرون. آیا این بیوه‌زن اومد و این 2 قرون رو گرفت جلوی مردم گفت من 2 ریال دارم میندازم تو این صندوق؟ نه، من مطمئنم با خجالت، با شرم، نمیخواست حتی سرش هم بالا بکنه بیاره بالا این 2 ریال رو. عیسی میگه ببینین چگونه این زن داره اون مبلغ رو میریزتون، و نه فقط چگونه، میگه از دیگران، جالبه، میگه از همه کسانی که در صندوق پول میریختن بیشتر از اونا پول داده، یعنی در مقایسه با همه اونها، همه آن اشخاص که پول رو دادن جمع بکنی به اندازه این زن فقیر، این بیوه‌زن فقیر پول نریختن اونجا. میدونین چرا؟ مبلغش مهم نیست عزیزان، قلبی که داره آن شخص برای هدیه دادن به خداوند مهمه. با چه قلبی، با چه نیتی داده؟ میگه آن چیزی رو که داشت، تمام معاش خودش رو،
تمام دارایی خودش رو میگه ریخت اون صندوق. هیچ کس نفهمید، ولی آن که قلب‌ها رو تفتیش میکنه عیسی مسیح دید و نیت قلب این بیوه زن رو دید و به شاگردان میگه اون بیشترین رو داد. کما اینکه هیچ کس نفهمید چقدر داده، کما اینکه اصلا به چشم کسی نمیومد این بیوه زن فقیر چی داره که بیاره بریزه تو این صندوق، کما اینکه عیسی میگه بیشترینش رو داد به خدا. چرا بیشترین رو، چرا همه دار و ندارش رو ریخت اون صندوق؟ نیتش رو فقط خداوند میدونه، ولی ما این رو میدونیم. پولس رسول میگه اونی که میخواد هدیه بده به خداوند، بذار با قلبی شاد، با دلی شاد بده اون چی رو که میخواد به خداوند بده. با نارضایتی و بیمیلی اون هدیه رو خدا نمیخواد، بمونه واسه خودت. ولی اگه چیزی رو به خداوند داری میدی، میگه با قلب شاد. قلب شاد که داره به خداوند هدیه میکنه یعنی چیه؟ یعنی ایمان داره به خداوند که من تمام داراییمو دارم میدم به خداوند، خداوند از من نگهداری میکنه، من نگران نیستم. یعنی چی؟ ابراز ایمان. این بیوه زن فقیر که علما، بعضی از علما ازشون سوء استفاده میکردن، بیشترین و بزرگترین قدم ایمان رو برداشتن تا خود اون اشخاصی که به گفته خودشون رهبران مذهبی هستن. در یک مورد عیسی یک نمونه ای رو آورد. گفت دو نفر میرن به معبد خداوند، میرن به پرستش، میرن به حضور خداوند. یکی یک رهبر بلندپایه مذهبی و دیگری یک باجگیر، یک مالیاتگیر، یک شخص منفور. این دو میرن به حضور خداوند. میگه آن رهبر روحانی و مذهبی بلندپایه میگه جلو میره، نزدیک میاد به مذبح خداوند، دستاشو این بره بالا و میگه خداوند شکرت میکنم، شکرت میکنم که من آدم دینداری هستم، شکرت میکنم که از مال و منالم 10%شو میارم به حضور تو، شکرت میکنم که من گناه نمیکنم، زنا نمیکنم، دزدی نمیکنم، شکرت میکنم که مثل این عوضی، مثل این مالیاتگیر باجگیر نیستم. عیسی میگه و آن مالیاتگیر، آن باجگیر جرأت نکرد حتی بره نزدیک مذبح خداوند. میگه از دور زد به سینه‌اش، احساس ندامت و سوگ روحانی داشت و میگفت خداوند به من رحم کن. حتی میگه به بالا نگاه نمیکرد، میگفت خداوند به من رحم کن، به من گناهکار رحم کن. و این دوتا رفتن. عیسی میگه اونی که این اظهار ندامت رو میکرد از فقر روحانیش، از گناهش، حتی جرأت نمیکرد به آسمان نگاه بکنه، این حضور خداوند عادل به حساب اومد، طاهر به حساب اومد، تا اون که اون شخص روحانی که اون جلو وایستاده بود و داشت به خودش میبالید و حالا از خدای ادعای چیزم میکرد که ببین من چقدر آدم خوبیم، تو باید به من مرکت بدی. یعنی به همین، به این طریق طرز فکر. عیسی میگه آن شخصی که اقرار کرد به گناهش و سرم بلند نمیکرد، آن به حضور خداوند مورد قبول خداوند هستش. این بیوه زن فقیر عزیزان نیتش بود بین خودش و خداوند، نیامده بود اونجا به چشم مردم بیاد، نیامده بود اونجا تظاهری رو بکنه و مردم اصلا بدونن چیزی ریخته تو اون صندوق یا نه، ولی عیسی میگه مال و منالش رو، تمام داراییش رو ریخت تو اون صندوق. آن برای خداوند بیشترین ارزشو داره تا اون که آن تظاهر و تمام اون تشریفات و مراسم کاذب بعضی از روحانی. صحبت یه خورده خشن بود، لحن تندی عیسی استفاده کرده. در یک موردی در انجیل متی میخونیم که خداوند، انجیل متی، لوقا، هشدارهای بسیار سخت و سنگینی رو به علما و رهبران مذهبی داد. بعضی موقع مقایسه شون کرده با بچه مار، با مچه، با افعی. ما کسی رو حتی تو این زمان 2000 سال بعد از اون ما جرأت نمیکنیم به یکی بگیم تو بچه ماری، تو افعی هستی، تو نیش میزنی، تو کبرایی، نمیگیم به کسی. ولی خداوند عیسی این بی‌عدالتی رو دید و این سوء استفاده و سودجویی رهبران مذهبی رو دید و هیچ وقت ساکت نبود. و همان رهبران مذهبی بودن که نهایتاً عیسی رو کشتن. صحبت بود در رابطه با ما خادمین و آنهایی که خادمین رو مشاهده میکنن در حال خدمت. عیسی گفت مواظب باشید.
عیسی گفت نباشه، کارتون و خدمتتون از ریاکاری باشه و به چشم مردم بیاین، بلکه بدونین خداوند قلب‌ها رو تفتیش میکنه. خداوند به سموئل نبی گفت، گفت سموئل تو برون رو ننگری، من درون رو. تو از ظاهر قضاوت میکنی ولی من قلب‌ها رو آزمایش میکنم. امیدوارم عزیزان که صحبت امروزمون برکت بوده باشه برای شما که نگاه کردین. جدیترین صحبت‌ها رو داره میکنه خداوند عیسی با خادمی. باشه که الگویی باشیم، الگوی مورد قبول خداوند، چه در از دید خداوند و چه از دید مردم. نباشه که توجه رو به خودمون جلب کنیم، بلکه عیسی مسیح گفت، گفت بذارین کارهای نیک شما رو ببینن و شکر و سپاس بکنن خداوند پدر شما رو در آسمان، جلال بدن به پدر شما در آسمان. اگه این طرز عمل کرده من عزیزان، خداوند خوشنود از ما. اگر نه، خداوند میگه مواظب باشین، تصحیح بکنین، اصلاح بکنین این طرز فکر رو، چون که خداوند قلب ها رو آزمایش میکنه. تو برنامه آینده عزیزان شما رو به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.